سلام و درود و اندیمش بر شما و ساعت 9 بامداد 25 دقیقه انشالله که همیشه به شما خوش بگذره. صبح بخیر. خب مرد حسابی خود رادیو پیام روشن کن، چرا ادای اونو در میاری دیگه؟ قربان میخواستم یک چند نمیخواد بخوایی میخواستم چه میخواستی؟ به آقای فریدخان سپهری میفرمایید که رأس ساعت 10 بیاد دفتر من، کارش دارم با راه حل. کجا بره؟ بیاد دفتر من را با راه حل. راه حل هم اگه نداشت نیاد، کیفشو برداره و بره. بره؟ بله. کجا بره؟ چه میدونم، هر جا که دوست داشت بره. خدا یادت نره. خیر کنه. آقای کابوسی چشم. خب الان شد 10. حالا بگیم آقای کابوسی با آقای این 30 ثانیه چه توفیری داشت که نذاشت من حرف بزنم؟ این حرف تای دلمون برای اینکه خواستم از وقتت کاملا استفاده بکنی. استفاده بهینه از وقت به همین میگم که فردا روز در نیای پشت سرم بگی که چنین شد و چنان شد و به من اجازه ندادن، وقت کافی ندادن، نذاشتن کارمونو بکنیم. حوصله این حرفا رو من فرید جون ندارم. به قول بچه‌ها گفتنی بهونه نیاری. عقل هر چیزی بی از آدم. بی از آدم زاده بهونه نیاری. حرفتو بزن. آی کابوسی من پیرو مذاکره و اختیاری که جناب علی به من دادید من پیدا کردم. یعنی متوجه شدی که چرا نشریه وزین هفته‌نامه شهر قشنگ روز به روز افت مخاطب داره و روز به روز بیشتر به گل میشینه؟ آفرین، دقیقاً این در کشتی امواج متلاطم دریاها چرا واسه چرا هر روز به روز بیشتر به گل میشینه؟ اینو میخوای بگی؟ اینجوری میخوای واسه هم روشنش کنی؟ دقیقاً آقای گاوزی. آقای گاوزی دقیقاً. خب بله. خب اولا بهتر خوب میگفتید آقای کابوسی. آقای کابوسی من طبق تحقیق و تفحص و این یعنی وقتی این ماموریت به من محول شد من شروع کردم تحقیق و تفحص کردن، یک سری گفتمان با خودم انجام دادم، یعنی با خود من با خودم، یعنی خودم با خود نشستم یه سری تفحص و تحقیق کردم که فرید سپهری چرا نشریه ما با نشریه دیگه فرق میکنه. اینا رو گذاشتم بغلم، به این نتایج قابل توجهی دست پیدا کردم که آقا نتایجی بود، آقا نتایجی بود. به این نتیجه رسیدم که آقا ما نشریه‌مون یک چیزی در مقایسه با نشریه دیگه کم داره. بعد از این همه نمیدونم داستان سرایی تازه فهمیدی که یه چیزی کم داره؟ این همه چیز بنده خدا ما کم داریم، یک چیز شما دیدی؟ بله آقا. خب چی بود اون یکی؟ لطیفه. چی هست اون یکی؟ آقا لطیفه. آقا لطیفه؟ لطیفه آقا لطیفه. ای بابا یه ساعت بر من داستان. لطیفم کجا بود؟ لطیفم کجا بوده بابا؟ آقا من از رامین خواستم که در این مورد به من کمک کنه. رامین هم الان تفلک به من کمک کرده و اینجاست و همین خاطر اینجاست و الان خودش برای شما بازگو میکنه که جریان. رامین جان من از تو تقاضا میکنم که کوری که از تو کشه کور دیگر شود. با اجازه قربتون برم دایی جان. با اجازه بفرمایید. راستش دایی جان موقعی که آیه سپهری ماموریت مهم رو به من محول کردن احترام هم دیگر به من معول شد، من رفتم یه سری تحقیقات انجام دادم. آفرین. تحقیق کردم که ببینم چرا مجله دیگه اینقدر فروششون زیاده. بعد اینا از لطیفه استفاده میکنن اما به طریقه نادرسته. اینا چیکار میکنن؟ رفتن چند تا کتاب لطیفه خریدن، ارونا لطیفه رو مینویسن، بعد تازه چی بعضی موقع از هم تقلب میکنن، ادو دست هم دیگه. خب من حساب کردم که اگر نشریه ما
یعنی ماها بخوایم همچین کاری بکنیم باید بشینیم خودمون چیکار کنیم لطیفه بسازیم. بل. یعنی لطیفه ها مال خودمون باشه، نو بکر باشه. به خاطر من رفتم فکر کردم این دایی دوگونه رو به کار انداختم، بعد نشستم لطیفه نویسی کردم. هیچ چند تاشم نوشتم آفر. که براتون عزیزه بدین بخونم. رامین جان آفرین و صد باری کلا و صد مرحبا بر اون دوگونه، بر اون دوگونه کارتون باز شده مدت ها. چه کردی؟ بهت بگم فرید، تا حالا بهت نگفته بودم این رامین لطیفه تو خونشه. نه بابا تو هر سلول، اصلا ژنتیکه. چی میگن ژنتیک؟ آقا ژنی، اگه ژنی هم باشه ژنتیک، ژنتیکلی به این ارثیه، موروثیه. هم یه رگه از خود من داره از ماهتابوس داره بله. هم یه رگه هم از اون خدا بیامرز تو بدنش هستی که در این دوتا رگ تو بغل هم بزن میشه ببین چه رگی خواهد. آقا رگ تو رگ میشه. آقا آقا به نظر من شاهکاری رامی، اصلا شیرین، بزلگوی، لطیفه گوی. ببین منو بابای این، خدا رحمت کنه باباشو، اون چه بزلگویی بود، خدا بیامرزتش، چه شبایی با هم داشتیم. وقتی با خواهرم ماهتابوس ازدواج کرد شب عروسیشون اجازه نداد کسی جیک بزنه، اصلا برنامه فوکایی ما دعوت نکردیم. نه بابا خودش این میکروفونو گرفت دست، آقا تا آخر شب مخی خورد از جماعت، لطیفه گفت تا آخر شب مگه اجازه داد کسی میکروفون دستش بیفته؟ چه شب قشنگی هم بود. آقای کابوسی یادش بخیر، یادش بخیر آقای کابوسی. آقای کابوسی ولی من فکر میکنم که داماد شب عروسی چیکار میکنی شما؟ من فکر میکنم، فکر میکنم. بله فکر میکنم. آقا من فکر میکنم که داماد شب عروسیش بلند شه یه خورده لطیفه تعریف کنه، یه خورده قبح مجلس میشکنه و من خودم مثلا حتی لطیفه تعریف میکنم شب عروسی اصلا نمیخندم که یه وقت داماد سبکسریه اینجوریه. حالا اون تعریفم میکرده؟ نه اون موقع مد بود، اون موقع خوش شده بود واسه تعریف میکرد. نقل مجلس این بود که خود دومادم بعد شیرین کنه مجلسو، قبح نباشه اون موقع. بفرمایید موقع داماد نشد. بذار بگه ببینیم چی میگه. دارم سعی میکنم که خیلی بانمک و زیبا تعریف کنم برات. شما دیگه سعی واسه چی بکنی؟ همینجوری یه قلمبه نمکی از شیطونه، یه قلمبه نمکی دیگه، سعی نکن ما رو دوبار میکنی. اخنده این شیطون بالا من بود. آقای کابوس چی اولی میرسه به دوم میگه آقا یه شیشه آب میخواستم، دوم میگه اگه دست چک داری قصی هم میپوشم. اولی میرسه میگه شیشه آب بده، آب میخواستم، دوباره میگه ای در چک داری قصی ها میپروشم. سلام آقا. سلام خانم. خسته نباشه. آقای کابوس تشریف دارن؟ ایشون تشریف دارن. بگم کی؟ بگین ندا مال میر اومدن. شما از کجا تشریف آوردین؟ یه نفر به یکی دیگه میرسه میگه که، یعنی اولی میرسه به دوباره میگه آقا ببخشید ساعت چنده؟ دوباره میگه شرمنده هم ساعتم خوابیده. اولی بهش میگه که پس این لعاف به ناز روش یک رنگ کنه. آی کابوسی دیگه تموم شد دایی، خوب نبود؟ ای بابا، ای بابا. آی کابوسی من فقط میتونم بگم که شرمنده، من معذرت میخوام که شما یه همچین خواهرزاده ای دارید. من معذرت میخوام و بنده میتونم بگم که این فقط و فقط یه توته است، توته از نوع خانوادگیش و فامیلیش توته. که این به سر من میخواد بیاد. برای توته است دیگه، این توته نیست. من اینو زحمت کشیدم. اگه این خزعبلاتی که جناب عالی داری سر هم میکنی و نوشتی بخواد بیاد تو هفته نامه، که بنده خدا این چهار تا و نصفی مشتری هم که داری میپرن میرن دست میرن تمام. اونام که خریدن شما رای قبلی رو اونام جمع میکنن همه رو تو گونی میکنن پس میفرستن واسه من. دایی من بد بود، بد بود. من سعیم میخوای منو به گل بشونی؟ خب بشونی. سعیم اونو کردی منو فرید. اوکی انقریبه که آقای فرید خان سپهری جفت گلیامو درارم، منو چه سینی بیار بذارم توش ببرم سر خیابون چارپایه بذارم بگم آقای کلیه کلیام حراج کنم که خرج دخل خرج. ببخشید یه خان کم داشتیم آقام اضافه شد. تو چی میگی دیگه؟ آقا ببخشید، بابا برو دنبال کاره. آقا ببخشید. میگه ببخشید چیه؟ خانومی اومدن دم در با شما کار دارن. خانوم؟ بله خانوم نداریم. کی بوده؟ کی اومده؟ چیه؟ چیه؟ چی کار داره؟ با کی کار داره؟ بپرس ازش. شما من نگفت ولی گفت اگه اسمشو بگی شما بگم شما متوجه میشین کیه. اسمشو به من بگی؟ بله. اسمش چیه میپرسیدی؟ چیه؟ خانم گلگیرسازه نمیدونم
کی؟ بیداد بیداد برو یه بار دیگه بذار ببینم نکنه مالمی خانم مالمی ندا مالمی مالمیر مالمیر خود خودش اعصابم قورت کرد بابا دو ساعت دارم این فکر اجازه بده تمام تعطیل آقا کرکران بکشید پایین تمام شد بدبختی انقریبه به گل نشسته ای که صحبت چی میکردیم نشست به گل چرا؟ گل روشو گرفت تمام تا گلش کنید بریم دنبال کارمون آقا جریان چیه؟ خانم آقا منوچهری باز خیلی بد گریه میکنی آقا منوچهری خود خشنگ گریه کن آقا میگم تعطیل تموم شده قضیه چی منوش دوتا چایی چی بهش میگی تو؟ لبسوز، جگرسوز، دلخراش، کمرشکن برده بسه من بیارم بخور آقا تعطیلش دم کنید بسه توبره گدایی رو ببین فری توبره های گداییتون رو بردارید میریم گدایی سلامت کردم سرکار خانم مالمی خیلی خوش آمدین خانم مشرف فرمودید چه عجب خانم شما کجا اینجا کجا خیلی مشرف فرمودید ممنونم بفرمایید خواهش میکنم ممنون تشکر من دو کلام صحبت دارم همینجا باهاتون صحبت میکنم خیلی خانم اینجا زشته شما بعد تشریف بیارید دفتر خود من در خدمتتون هستم منوش خانم بله هیچ کسی حق ورودت به دفتر من رو حتی ارباب رجوع و کارمندا هیچ کدوم ندارن چی تا دستور نده شما نیام دو تا چای تمیزم بده خدمت خانم و من چش خدمت خانم خواهش میکنم خیلی خوش آمدید مشرف فرمودید چه عجب خانم من فکر کردم ما دیگه پاک فراموش شدیم بفرمایید خواهش میکنم اینجا بفرمایید من در خدمتتون هستم چه عجب آقا من چه ها بله این خانم کی بود حالا من نمیدونم شما نمیدونی من اولی که رفتم اسمشون رو بردم آقای کاوسی کنفه یکان شد الان که خودش اومد دید گل از روش شکفت اصلا من طلاق کاوسی رو این ریختی ندیده بودم گریه شنو میکنه آخرم فرق خنده و گریه آقای منوچهری خانم نفهم با میگه اول بودم بهش گفتم خوشحال شد الان چیز شد عجب خدا رحمتشون کن کی فوت شدن که خانم ما بی خبریم که تو ما خبردار نشدی تو موسه چهار روز میشه عجب سرنوشتی واقعا دیدم چند ماهه به من تلفن نمیزنه و خبری ازش نیست پس بگو واقعا متاسف شدم کجا فوت شدن خانم هلند اومده بودم به من سر بزنم عجب بختی عجب سرنوشتی آدم ها چه سرنوشتی دارن خب چی شد؟ تصادف کردن؟ سکته کردن؟ سانحه چیزی؟ نه از بلندی سقوط کردم از کجا؟ از بلندی بلندی؟ از شیربونی شیربونی؟ حالا واسه چی رفته بودن رو شیربونی چه کار میکردن؟ بودن گربه همسایه رو بیارم پایین گربه همسایه رو؟ عجب انسان نودوستی همیشه آقای مالمیر مرحوم پدر شما زبونزد خاص آن بود خود من همیشه بر ضرب المثل هم رویشون میزدم نودوست، انسان دوست، همسایه دوست، حیوان دوست آخرش هم عمر شریفش گذاشت رو این کار رو همسایه، رو حیوان ای بابا باور کنی سرکار خانم مالمیر من میتونم به جرأت بگم که یکی از بهترین ساب ملکای جهان مرحوم مالمیر بود مرحوم ابوی جنابالی بود چه انسان شریفی چه انسان با معنیشی چه انسان من همیشه دلم میخواست تو این نشریه وزین شهر قشنگ از ایشون و به خاطر این مردی و مردونگی و لوتگریاش یه مطلبی مقاله ای چیزی چاپ بکنم که بالاخرم عمر شفیفش لفاف نداد من بعد از بررسی که از املاک پدر مرحومم داشتم متوجه شدم شما نه تنها ماهاست اجاره اینجا رو پرداخت نکردین بلکه از مواد قرارداد هم سرپیچی کردی یعنی چی خانم؟ این چه جوری میشه؟ چی؟ من منظورتون متوجه نمیشم پدر مرحومم اینجا رو به شما مسکونی اجاره داده بود بله ولی شما دارین از اینجا تجاری
استفاده میکنید. خب متوجه که هستین آقای کابوسی؟ بله متوجه هستم، اون که به قول بچه ها گفتنی. بله متوجهم، کاملا متوجه هستم. چای میل دارید دکتر خانم؟ نه ممنون تشکر. بگم چای بس. نخیر ممنونم، مرسی. چای بیارید. ممنونم تشکر. خب پس فرمودین که بله از خارج تشریف آوردین پس برای اینکه رسیدگی به اموال مرحوم پدرتون رو بکنید. بله کجا رو تشریف دارین سگاه خانم مالمی؟ کجاییم؟ من هلند هستم. ای هلند؟ به 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 عجب کشوری خانم، حظ میکنه آدم اسمشو میبره. کشور به قول بچه ها گفتنی گل و بلبل و پنیر. پنیرم که دیگه ما عاشق پنیر. من خانم بیا عمر خودم من پنیر خورم، کشتگی بودم من، همیشه هم عاشق نون و پنیر و اینجا چیزا. خب میدونی چجوری خانم، گل کشوری که گل داشته باشه، گل آدم میره میبینه اشتهاش وا میشه، اون وقت میره سراغ چی؟ میره سراغ پنیر. پنیر زیاد میخوره. اینجوریه که منم خب آدم پنیرخور، صادراتم فکر نمیکنم دیگه داشته باشه. داره نه خیر آقای کابوسی، خواهش میکنم حرفو عوض نکنی. نایی جون ببین، حالا تو خودت ناراحت نکن. درسته. ببین من خودم هم ناراحتم، برای اینکه با خودم عهد کرده بودم که دیگه اینجوری تلفن بازی نکنم، ولی واقعا آخه باورت میشه که این یه موقعیت استثنایی بود؟ یعنی یه وضعیت استثنائیه. بابا تو یکم آروم باش. خب آره هنوز اون تو نشسته. خب آقای کابوسی هم یکم داره میخنده و این صحبت ها. نه زیاد جوونه نه زیاد پیره، یعنی جوون متمایل به پیر، چی میگن؟ آره فکر کنم یه همچین چیزایی. آقای کابوسی، بنده و وکیلم قانونو خیلی بهتر از شما میدونیم. بله. پدرم اینجا رو با حداقل کرایه به شما اجاره داده بوده. خب. گویا موقع اجاره اینجا شما گفته بودین 5-6 تا هم بچه دارین. بله. فقط به خاطری که یه سرپناهی بشه برای خانوادتون. خب بله. من یه رو گفتم خانم. اینا همه که میبینین بچه های منن، مگه اگه غیر از این که خلافش ثابت شد مخ بله بنده. آقای کابوسی شما 3 روز بیشتر مهلت نداری. واسه چی خانم؟ برای تخلیه اینجا. تخلیه واسه چی؟ آقای کابوسی من میخوام اینجا رو به یک خانواده اجاره بدم، نه برای محل کار. ای بابا خانم، خواهش میکنم ازتون اجاره. من 3 روز دیگه با وکیلم برمیگردم. خب شما اینجا رو تخلیه میکنین که من اینجا رو به یک خانواده اجاره بدم. ای بابا بیشتر از اینم وقت ندارم، سری باید برگردم برم هلند. خانم مالمیر، خانم عزیز، خانم، ای بابا عجب گیری افتادم. ای بابا اینم حالا واسه. الو. بله نایت خانم شمایی؟ سلام عرض کردم، حالتون چطوره؟ حالتون خوبه؟ امر فرمی. چی؟ چطور مگه؟ چی شده؟ کی؟ میگم چطور مگه؟ کی؟ من؟ میگم چطور مگه؟ طوری شده؟ چطور شده؟ ای بابا آخه چی شده؟ سلام. علیکم سلام سرکار نسرین خاله. حالتون چطوره؟ من بد نیستم، به مرحمت شما. شما خوبید انشالله؟ به مرحمت شما. بفرمایید. خب. سلامت داشتین. عرض کنم خدمتتون که نسرین خاله اینجا کجاست؟ همینجا که من دوای صدام و شما نشستید اینجا. کجا؟ همینجا اتاق. فکر کنم اتاق منه، یعنی نسرین. اتاق شما؟ فکر کنم. نه خیر. اشتباه به عرض رسوندن. اینجا بنگاه سخن پراکنی نسرین خاله است. www.com نسرین خاله. نمیدونم چی خوبه؟ مگه طوری شده؟ چطور میخواستی بشه دیگه؟ از این بیشتر میخواستی بشه؟ اون گوشی تلفن رو بردارید لطفا، به خواهر محترم و مکرمتون سرکار خانم دلیخون بزرگ نایت خاله همسر گرامی بنده بفرمایید که اشتباه به عرضتون رسیده، خبر غلط بوده، بنگاه سخن پراکنی اشتباه کرده. غلط بود؟ یعنی چی؟ بله، به خاطر خبر غلطی که جناب عالی در اختیار ایشون قرار دادید، هر چی از دهن مبارکشون در اومد پشت تلفن همین چند لحظه پیش به بنده گفتن. خب یعنی رگباری از حرفایی که نمیدونم چی میشه بهش گفت. بهشون بفرمایید که خبر تصحیح میشه، اشتباه به عرضتون رسیده، خبرگزاری اشتباه کرده. چی بود؟ این خانومی که اومدن اینجا صاحب ملک ما هستن، هووی ایشون نیستن و نخواهند بود،
و اومدن به ما این خبر خوش بدن که تشریفتونو ببرید. تخلیه ملک، تخلیه از این بهتر. و بهشون بفرمایید که تا 3 روز دیگه بنده هم میرم بغل دستشون تو خونه لب حوض، بگو تشمسیه رو از توی انباری با پشوبه و چوبک و صابون برگردون بغلش با آب گرم بذارن، کنه بچه میشوریم بشوریم میشینیم کنه شستن کنه بچه. کاوستی رو مجسم کن، کاوستی رو مجسم کن، نه لب حوض نشسته داره تشرخ میشوره. نه آخه ببینید من یعنی سوء تفاهم شده، ببخشینا. حالا چرا کنه بچه؟ شما که بچه ندارین آقای کاوستی. چی میگه بچه نداری؟ همین همسایه بغل دستی دو تا دو قلو هم داره، جفتشونو میگیرم که کنه هاشونو بشوریم. کنه هست، شما قصه کنه رو نخور، بهشون به اطلاع بده. همین الان هم زنگ بزن بهش بگو. من یه فکر کردم بکر فکرم، اصلا شما نمیدونی چه فکر کردم. خب بگو. خیلی فکر کردم، فکر کردم که ما اگر دفتر رو اجاره بدیم، شما توجه کنید، اجاره اجازه بفرمایید. توجه کنید آقای کابوسی، خود توجه تو اون جیبتون بریزید، متوجه بشید که من چی دارم خدمتتون عرض میکنم. من میگم این دفتر رو ما اجاره بدیم، پولی که میگیریم میریم یه جای دیگه رو میگیریم، اونجا مشغول به کار میشیم. بله توجه شما کردید، دفتر اجاره میدیم، پولی که اجاره میدیم میایم مشغول کار میشیم. به همین سادگی. خوب فکری آقا، فکر بکره، ولی یه کمی ببخشید خنده داره. از این خنده داره عزیز من، تبسم داره. بله ببخشید نایتخاله، به این سادگی هست. من تو اون خراب شده 1001 هنزل پنزر دارم. هنزل پنزر آقا؟ بله هنزل پنزر. قافلی چقدر پارتیشن، چند تا میز، چقدر صندلی. بعد دارم بیارم اینا رو اینجا بریزم رو سرکله خودم. جام کجا بوده درسانی؟ ما غیر از امروز، امروز که تموم شد، تمام. چند روز دیگه فرصت داریم ما؟ دو روز دیگه مولا، دو روز دیگه من میتونم جا پیدا کنم. جام کجا؟ جام کجا بوده؟ من جا ندارم. حالا این همه مدت داریم دنبال جا خونه میگردیم، یه اتاق پیدا نمیکنم. من به همین سادگی جا پیدا میتونیم اجاره زیادتری بدیم، دیجیتال هم بگیریم، دوربین دیجیتال. عزیز من شما یک چیزی همینطوری خنده‌دار میپرونی. یعنی حرف من خنده‌دار بود آقا؟ میگه خنده‌دار بود. شما بله این حرفی که زدی از یه جهت قابل تعمقه. به من یه ایده ای داد همین فرمایشات داماد محترم دوگوله، داماد دوگوله به ما یه ایده ای داد و اونم اینه که اگر شماها به من کمک بکنید و به من یعنی راهنمایی بکنید از کمکتون برخوردار بشم، یه کارهایی خواهم کرد. چی کاره؟ ما به شما قول میدیم کمک کنیم. حالا شما فکرتون رو بگید. قول میدیم؟ قول مخصوصا شما الهام خاله با کمک من کنیم. همسر من هم هر جور کمک کردشون برد. آقا خوب شد من از شما دیگه الهام خانم، مادر خانم بندم هست. مادر خانم، دختر خانم، دختر دختر خانم بندم هست. خوب شد من از شما دختر نگرفتم، پدر منو در میومد. دختر من به تو میدادن؟ الانم پشیمونم که دختر خالمو گرفتم. اینجوری ایجا برو منو مسخره میکنم. من دختر به تو فکرتونو ولی بهت اومده مامایی. آره برای پیدا کردن خونه، چون که حقوقامونم نمیرسه، کم کم باید شغل دوم هم بردارم دیگه. آره خوبه بهت میاد. قیافم چی؟ قیافم شبیه آقا منچر نیست؟ چرا بهش میاد پسرش باشی؟ میخوای از ما دیگه تو دفتر رفتن و من عکس نگیرم چایی بدم ها؟ این با جناق قشنگ حالا شما چطوره؟ نمیخورم الان براتون میریزم. ما سر از کار این آقای کابوسی در رای بردیم. ما نفهمیدیم اینجا هفتن توی این دفتر هفتنامه عکاسم عکس میگیرم یا اینکه آبدارچی هم باید چایی بدن. آبدارچی هم باید چایی بدی؟ چقدر شلوغش میکنی؟ یه شب که هزار شب نمیشه. حالا اون تیبونی رفته سر پست دیگه، یه کار آقای مرجع رو انجام. خدا آخر عاقبت ما رو با این فامیلای قشنگتون با جناب قشنگ آقایون. ولی بهت اومده حسن آقا مامایو من میگم یه چایی هم برای من میریختی میمردی؟ خب یه چایی هم محامده بکنیم. تو هنوز فکر میکنی که رئیسی؟ نه اون دفعه یادت نیست قهوه درست کردم با هزار خاری و ذلیلی؟ خب تو آب دار چی؟ اون دفعه که اصخایی کمی چایی بهت بخوریم.
بودو بری کرد. من آدم با معرفتی این معرفت بیرم یکی دیگه برای خودم این معرفت داره گوش نازه هست سدن نکنی به فرما پفک استاد نه نمیخورم بابا بخور دیگه من حسابی نگهبان وقتی سر بسته الان من مثل یک قرقابل اینجا وایستادم نگاه کن نگهبان وقتی نگهبان میده سر بست چیزی نباید بخوره که تو مگه خدمت سربازی نرفتی نه استاد هنوز سنم به این حرفا نمیخوره که جونم ببینم چی هست این چیزی که شما درست کردید کاربردش چیه باید اول ببینین شما ولی خب من یه خورده توضیح کوچیک میدم این سوسکوشی که من اختراع کردم برای این مخصوصی سوسکوش بله سوسکوش چه نوع سوسکوش برای این سوسکای ریز ژاپنیه که کوچولو هست دیدین دیگه ژاپنیه حتی من باید به شما چششون بادومیه بله چه بادومی چشا کشیده ای دارن چی میفرمودین بله فهمیدم کدوم سوسکارو میگی نه آقا این به صورت قرصه خب قرص یعنی چی یعنی قرص دونه دونه این سوسکا من نشون اجازه بده شما من قرص رو بعد بگیرین کاربرد چی میخوام بگم کاربرد دونه دونه بعد دونه دونه بعد بریم قرص سوسکو بگیریم قرص بذاریم دهنش یه لیوان آبم بذاریم جلوش بگیم میل بفرمایید اینجوریه نه آقا این محترم چه جوری کاربردش چه جوریه چیکار باید کرد این قرصا رو تو آب حل می‌کنی می‌ریزیم به در دیوار تو آب به در دیوار می‌پاشی خب این که امشی خودمونم بود که سوسکم میکشه دیگه احتیاج به قرص نبود استاد خوانندگان ما قریب اکثریتشون خیلی دوست دارن که شما یک خاطره زیبا از اون خاطرهای خشنگ خشنگتون برای ما تعریف کنید که ما یادداشت کنیم برای خوانندگان ما جاذبه و جذابیت و اینجوری داشته باشه بله خاطره عرض کنم که من چند روز پیش داشتم توی کوچه راه میرفتم من چند روز پیش توی خیابون راه میرفتم بچه های اون کوچه منو دوره کردن و با سنگ به من میزدن کوچه خب و همه دست جمعی به هم میگفتن که هو هو دیوونه ببخشید هوا گرم بود یه لحظه احساس کردم که چقدر هوا گرمه چی میگفتن؟ همه دست جمعی با هم دیگه میگفتن هو هو دیوونه چرا؟ از کنم که شب قبلش از من توی تلویزیون یه فیلمی پخش شد که من توی اون سریال یه نقش دیوونه رو بازی میکردم و به همین خاطر بچه ها نکار میکردم بچه تو چقدر چیپس میخوری؟ ای بچه چی کار کنم استاد؟ میخوای هرس بخورم خب دارم چیپس میخورم نیه ای اومدن کیا؟ ببین ساکت ها من میرم تو تو حواست جمع باشه اینجا سعی کن رفتم عادی باشه برای چی آخه؟ استاد چه بگردی که سوال نداره که ها رفتم بگو باشه کجا زنگ میزنی استاد؟ رفتم پیچیدم بله خیلی خوب مطمئنی نکن من چیه خودشون هر خیلی خوب خیلی خوب خدافظ من خودم دوست دارم کنم شما میزنم بهترین آقای کابوسی اومدن که... اومدن خب باشه ببهت بهتا حاضرین حاضرین بله بگو همه آماده باشم چه اشکالی دارم آقا به من گوش کن فقط بله شما اگه اومدن اینجا ازت پرسیدن میگی من با فلانی دوستم با من دوستیام یاد باشه ضمناً راجع به درج آگهی هم هیچی نمیگیم هیچی ببین منو راجع به درج آگهی هیچی نمیگیم بله خواهش من معذرت میخوام یه لحظه اجازه بفرمایید استاد من واقعا شرمنده‌تونم یه وقت فکر نکنید که وقت خدای نکرده ما اجازه قصر شما داریم شما بفرمایید من صحبت میکنم من قبل از خبرنگاری روزنامه‌نگاری هستم که آنی همه چیز رو میتونم یادداشت کنم بفرمایید شما خواهش میکنم بفرمایید شما
کن پوری که درمون شد ای سلام علیکم. سلام آقا. سلام علیکم. سعادت هستم وکیل خانم مالمی. خیلی خوش آمدید. آقا سعادت وکیل خانم مالمی باشید. راحت خیلی خوش آمدید. خواهش می‌کنم. ما به هر حال معرفی که احتی پیشین شما مریض. راحت باشید. در کار خانم ناهید دلیخون همسر بنده هستن. خانم مالمی دختر بنده هستن، داماد بنده، پسر خواهرم، خواهر خانم دلیخون. خواهر باشه. خیلی خوش آمدید. بفرمایید خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. شام 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 خواهش می‌کنم. شام دم پختن دیگه. دم پختن دیگه یه لقمه با هم می‌خوریم. دور هم خونیه. دور هم می‌خوریم دیگه. چی واسه دم پختن پخته با سمون نایکاریم. بفرمایید تو خدا. روز پیش بود اومده بودم اینجا تجاری بود. نایکارم چایی. این چه وضعشه؟ اون اولا بودش. اون اولا بود. از همون روز که شما به ما تذکر دادید خانم بلافاصله دفتر بردیم جای دیگه اینجا رو کردیم چی؟ به قولی بچه ها گفتنی همه دوره هم یه زندگی محقر به هر حال دارن دیگه زندگی ارزش بدیم نداره بابا دو روز دنیا رو دوره هم باشیم نه بیشین شما بیشین تکون نکن برای اصلاحات اینجا من از کنیه کاریش نمیشه که خانون مانیم بفرمید دیگه اگه نمیفرمایید بفرمید خواهش بکنم مثل که آقای کابوسی شما بردین چی بردین ما خانم چی دونم من نمیدونم ولی مطمئن باشین مطمئن باشین که هیچ وقت اینجوری نمیمونه امیدواریم بالاخره مچتون رو باز میکنم چه مچ خانم مچ ما نداریم بفرمایید آقای سعادت خوش میکنید پس اگه نمیفرمایید برید دیگه بچه بازدید بسه چی؟ یه چایی در خدمتون باشیم خوش میکنم خانم مالمی رو امیدوارم هلند گل و پنیر و پنیر سوراخ فرو گفتم برای من حالم همیشه ناخوشه بیش شما میگم بفرمایید امیدوارم هلندتون خوش بگذره خانم مالمی به هر حال پنیرای هلندی که فرید یه لقمه نون پنیر پیدا میشه آقا بفرمایید خوردین آقا چای آقا ما تا میاییم حرف بزنیم و شروع میکنیم به حرف زدن مثل که موقع منه میخونی تو فوری میگه الهام بیه چیز بود بگم دارم حرف میزنم خاله نسرین صحبت که نمی کنیم که آخه یه حرف خصوصی بود جالب بود اجازه بدید من حرفمو بزنم حتما بعد الان بگی اجازه بده من اینو بگم این خیلی نکته مهمیه خاله نه خانم هیچ وقت این کارو نمیکنه ها بله نه خاله من هر کاری میکنم که از خودم تعریف نکنم مگه نشدید به قول شاعر گفتنی میگه که خود ستایی اصلا دارم مگه ندیدی نایب خاله میگن خود ستایی کار بی هنران است چی میگه نمیدونم چی نمیدونم چی بی حافظا من از این کار بدم میاد ولی اینجا جا داره جون داداش جون خودم از این مخ نیست خودم از مخ خودم کیف میکنم اگه اسمشو بذاریم دوگولم از اون دوگوله هاست که دقیق سر ثانیه جواب میده ای بنازم به این دوگوله چه کرد خداوند خدا شکرت همش مخه بله آقا من واقعا شما قدر خودتون رو بدونید کیفیت شما حتما شما قدر بنده رو بدونید بله من قدر شما رو میدونم آقا علی به خیر گذشت آقا کاوسی به خیر گذشت چی شد باز بوخ زدی در واقع به خیر گذشت آقا کاوسی من اصلا این شکلی نیستم هیچ وقت هم این شکلی نبودم که به خیر گذشت من به خیر گذشت شوخی داریم میکنیم حالا شما به دل نگیرید بله به خیر گذشت ولی یادت باشه ناهید خاله میگم فرید خاله یادت باشه که همیشه هم اتفاقات اینجوری و از این دست به این راحتی و به این سادگی ختم به خیر نمیشه آقا فرید خاله منظورتون فرید خانه دیگه فرید خان خاله همیشه هم میگه یه بار جسی ملخک دو بار جسی آخر چی؟ چی حافظا تو مشتی و حافظا بله ملخک همیشه اتفاقات اینجوری یاد باشه ختم به خیر نمیشه فکر نکنی همش اینجوری میشه بله نمیشه و اینجوریه که و اینطوری میشه که کشتی طوفان زده انقریب به گل نشسته تلاطم طوفان دریاهای نمیدونم سهمگین جنوب طوفان دریاهای رهنمون نمیشه به اقیانوس آرام رهنمون نمیشه حتی چی؟ بار
حتی با فار. وای 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 حرف ما رو نزن. من اصلا چندش هم میشه میگی ما. ابا خب آره دیگه من تلویزیون میبینم زندگی این جونورا رو نشون میده، اصلا نمیدونی تا آخرش چندش هم میشه. خاله ناهید. خاله ناهید. خاله ناهید. فار فار مار نه فار فار یعنی فانوس دریایی، چیزی که تو دریا میذارن چراغایی که شب چشمه گیزه کشتی ما رهنمون بشه به اون سمت. اقیانوس ها بله بله اونو که میدونم شبا که نایت خالید من که میدونم فار چی چیه، اونو خودم بهتر میدونم. منتها دارم میگم که حرف اون کلن دارم میگم، میگم حرف اون جونوره رو نزنی من ناراحت میشم. کابوسیر دارم بهش میگم که اعصابم به هم میریزه نگی. من که میدونم نایت خالید، به این بگو ده. شما مگه تو عرشه کشتی ما تشریف نیاوردید؟ شبا همین فاره که ما رو راهنمایی میکنه، کشتی رو کشتی طوفان زده رو میذاری. منتی میذاری ما رو سرمون آقا این روی عرشه ما رو سوار کردید آقا کابوس. کیف کن از اون عرشه. چایی بفرمایید. شب که فار اینجوری میکنه میریم به طرفش. وای چی شده استاد؟ خراب. وای 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 نمیدونم یعنی چی اوضاع خراب. اونجا یک وضعیت خیلی بدی افتاده. آره کشتی داره غرق میشه. آره چیکار کنم؟ بیا تو لنج من. بیا تو لنج من خفه نشی. بیا تو لنج من. به فکر خودت باش آقا بس. بهت میگم به فکر خودت باش، به فکر خودت باش. زحمت چی شده؟ چی شده؟ اومدن اومدن یه چی کشتی. بیا تو قایق من. بیا بالا. یا کشتی شما غرق شده. اون محمود یعقوبی من میدیدم میومد با چاقو کلاغ میکرد اون کفی کفی. بیا خفه نشید دیگه. چی شده؟ تو هم دیدیش؟ بیا تو. بیا تو. بیا تو الان خفه میشی. خود تو نجات داده. بیا بیا بالا. وای غرق نشده. بیا خلاص 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 شما هم دیدین؟ بودو این تو. بودو 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 تو آقایون اون بر خانم‌ها اینن بفرمایین این بر بچه شرقش هایی بله شد بچه 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 بیا تو بیا کیفه بودو 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 کشتی رو بکشی بودو 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 چه خبرتونه چی شد؟ سلام علیکم. صبح بخیر. بابا بابا دیگه کار کابوسی به جای رسیدی کارمندای شریف و از این هفته نامه شهر قشنگ بیان سوا از اون کشتیه به اون عظمت که داشت به گل میشست بیان تو این قایق پاره سوار شن. برای کابوسی افت نداره نه خودمونی دایی جان قیافه خانومه خیلی وحشتناکه. هر سوای بزدل تا من هستم قصه چی میخوری؟ دیدی؟ مثل شیر وایستادم مگه از روز نشه من رد شم. آقا من مردم میاد این سوار این لگن پاره بشید. آقا دست شما درد نکن دیگه. آقا دو سال توی اون قایق بودن هیچی نشد، یه دقیقه اومدن این تا اینو شکوندن. خب درستش میکنن. پولشو میدن. آقا هیچ توی پای پی نبود ما مجبور شدیم. آقای فرید خان سپهری شما دیگه چرا؟ بابا میگه در پس شیر نر خونخواره ای جزء تسلیم و رضا نمیدونم چه چی کوچاری ولی چارش اینجا با ایستاده ترسیدی؟ به 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 من از اون بیدام که به این باده بلرزم. کدوم بید آقا؟ بیدم کجا بوده حالا از من بید میخوای؟ دایی من نترسم اومدم میشه اینا دیگه نترسم. آبروی هرچی شهر قشنگ رفت بیاد بیرون نترسید من اصلا. آی کابوسی بیاد پای سر من. آی کابوسی همون اول بهشون گفتم که بچه این کارو نکنید گوش نکردم به حرف من. حالا من بچه بیاد بیرون میدم بیاد بیرون میدم بچه بفرمایید. بیاد بینم بفرمایید. من بهشون گفتم هم قصه ای چی بفرمایید پای سر آی کابوسی بفرمایید. اون محمود یعقوبی می اومد ببین من یه استادیوم در ما بلند شدم گفتن کابوسی آقا در رفید این تو قایم شدی کیو مست کابوسی کیو این مسخره بازی ها چیه را انداختین؟ کدوم مسخره بازی ها خانم محترم؟ مسخره بازی ما نداریم. فکر کردین که من بچه هم؟ بچه؟ کی گفت شما بچه؟ بنده هم چه حرفی زدن؟ ببخشید واقعا من به شما گفتم بچه؟ یعنی چی که آقای محترم این مسخره بازی ها چیه؟ این کارا چیه شما داری میکنی؟ ما که شوخی نداریم با شما، بنده دارم جدی خدمتتون میگم. پیشنهاد یکی از بچه ها بود، ما این همون پیشنهاد خدمتتون گفتی. شوخی؟ یعنی چه شوخی؟ خانم اگه شوخی هم بوده که فعلا تموم شد دیگه، رفت به کارش. دنبالش نگیرید اینقدر، ولش کنید. تموم شد رفت به کارش. شروع شده آقای کابوسی. باز میفرمه شروع شده شروع شده. میگم تموم شد خانم، بریم سر اصل مطلب.
فرمایش دونه بفرمایید. آقای کابوسی اصلا انتظار نداشتم که شما بخواید یه همچین برخوردی با من داشته باشین. چه برخوردی خانم؟ ما مگه بد حرفی زدیم به شما؟ گفت چیز بدی به شما گفتیم؟ خدای نکرده. بنده به شما اسای ادبی نکردم که اینطوری صحبت میکنی. من به شما اصلا چند خانم چی چند؟ اجازه بدید الان تمومش میکنم. من این ملکتون همین جوری چند با همین شکل شمایلش یه جا. آها پس راحتم. قصد خرید داری؟ بله که قصد خرید دارم خانم اسکناس. چک کابوسی تو بازار یعنی طلا، یعنی انگار کن اسکناس بزنی سر چپ بخواب راحت. خب پس لطف کنیم بنویسین 150 تومن. چی؟ 150. سالها تشریف ندارید اینجا که همه چیز داره میره پایین قیمتا، روز به روز داره قیمتا تنزل پیدا میکنه. فکر کردی چه خبره؟ چیزی شهر پر خونه است خانم، خیال میکنی نوبرش رو بردی؟ بله آقای مگه نمیبینید از در و دیوار داره برد میره بالا. نه یه جای تجاری. کی گفت تجاری خانم؟ تو خونه، خونه است دیگه، خونه هم این همه ریخته تو شهر. مگه ندیدی چه خبره؟ آقای شما اینجا رو جای تجاری کردین. خانم من خودم دستم در کارم، شما با آدمت خبره داری صحبت میکنی. باشه هیچ مسئله نیست، من یه بنگاه میارم قیمت گذاری میکنم، هر چی اونا گفتن من قبول میکنم، هیچ مسئله نیست. باز همه حرف خودتونی میفهم. میگم عرض میکنم من خدمتتون، من خودم کننده کارم، من این کارم خودم بساز بفروشم، من چجوری واسهتون بگم؟ به من دارید شما قیمت تعیین میکنید؟ اون چی که براتون مینویسم عین حقیقته. به اسکناس تموم شد خانم. نه حرف شما نه حرف من. صد و پنجاه خانم بگید خدا خیر دهد، امضا کنیم بری پی کارش. تموم شد پی کارش. مگه من با شما آخه این با جناب تو داریم. خیلی خوش آمدید. خیلی از گرم اینه اینچ مغازه مشرف هم مشرف هم خدا حافظ شما. خدا نگهدار. خدا به تو لطف عالی زیاد مرمت توی کم نشه. مشرف هم دیگه دایی جان. آره چیزه ببخشید. چیه اینجا جمع شدی؟ چه خبره باز؟ با بچه ها تو پارک میخواستیم اینه هیچ خوبی؟ بله میگم دایی ببخشید، شما همش بگی کشتی ما به گل نشسته، انقریب توفانه نمام تلاتون وصله میخواد قایقمونه، بعد بچه ها پول بهشون ندیم، 150 منتوان میدیم، چک میدیم، پول داریم میدیم به این خانومه، بعد ما اینجا بمونیم اینجا. اولا که به شما چه مربوطه؟ این از اولندش. دایی من 150 میلیون کجا بودش؟ کی به شما گفت؟ نه 150 میلیون ما سر و تشت تو این 30 سال 40 سال دوندگی که کردیم این ور اون ور کردیم، سیمان و مرغ و توپ کارو بساز بفروشی زدیم و چندر غاز از پول خودم و ناهید خاله که گذاشته بودم واسه پیری و کوریمون، ما سر و تشت 63 میلیون به خانم دادیم که اونم بعید نیست چکش برگرده. توزی همین الان که بره برگشت میزنن میان میگیرن خیرمون. پس انداز داشتیم ما زدیم تو این کار، اینجا رو خریدیم که خیال راحت باشه، ولی بحرانه هست. فکر نکنید خبریه بحران. باز میگم بحران من میبینم اینجا داره میچرخه که کشتی انقریب رو به گل خواهد نشوند. حواستون باشه. تموم نشدم همه چی نه خیلی تموم. میگم بدبختیمون تازه از حالا شروع میشه. تا حالا دلمون به همین 63 میلیونه خوش بود، اینم که رفت تموم شد. تموم شد. از الان به بعد مکافات داریم که اگه به گل بشینیم دیگه به گل. آقا زدیم دو تا سوراخ داشتیم، دو تا سوراخ بسلپینه کردیم، بعدیش اگه سوراخ بشه چه کار بکنیم؟ کشتی انقریبو دیگه چیزی در بساط نداریم. حالا نه ایت خالم بشنوه که دیگه هیچی. میگه این چرا پس انداز منو برد دستی این شد.